آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی، پاسخ ها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و عوانه و المستشهدین بین یدی. سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران در هر کجا که هستند و تبریک میگم ایام ماه رجب رو. من کامبیز حسینی هستم و شما در حال دریافت پارازیتی دیگر. منم سامانم. پارازیت تو کار پرونده سازی برای بندهای خدا نیست، ولی بعضی از آدما خودشون یه کارایی میکنن که توی پارازیت براشون پرونده ساخته میشه. مثلا ما یه پرونده خیلی اساسی اینجا داریم از آقای محمود احمدی نژاد. اینا همه پرونده شما جمع‌آوری کردیم مثل برنامه گذشته. ماجیک هم پیدا کردم. برنامه گذشته تو پرونده آقای احمدی نژاد بود. حالا چرا ایشون تو این برنامه پرونده داره؟ بین علت دروغگو، خیانتکاره، خائنه و خائن ترسوست. آیا این دولت دولت ترسوست؟ اما آقای احمدی نژاد هم تنها کسی نیستش که تو پارازیت پرونده داره. بله، ایشون هم جدیدن براشون پرونده درست شده تو برنامه پارازیت. چهاردهم خرداد 1368 آیت الله خمینی دار فانی را وداع گفته و جمهوری اسلامی سوگوار از دست دادن رهبر انقلاب است. در گیرودار خاک و هلیکوپتر و پیراهن‌های سیاه و عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، خدایی سایه‌ای رفت از سر ما، مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه می‌دهد تا به اصلی ترین پرسشی که از بهمن 57 ذهن انقلابیون را مشغول کرده پاسخ دهد: چه کسی جانشین آیت الله خمینی خواهد شد؟ در این روز تاریخی و در این مکان، به رغم مخالفت شخص آیت الله خامنه ای، این مجلس او را به رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی منصوب می کند و روز بعد از آن آیت الله خمینی به خاک سپرده می شود. آیت الله خامنه ای به رغم آنکه در ابتدای زمامداریش فردی محافظه‌کار و معتدل بود، کم کم حصاری از نیروهای نظامی را به دور خود کشید و با برگردن انداختن چفیه عربی این پیام را به مردم ایران و دنیا فرستاد که حزب الله با رهبر هم پیمان است. آرام آرام اما گستره قدرت او به زوایایی در نظام سایه انداخت که علناً هیچ ارگان و سازمانی بدون حضور نماینده ولی فقیه و دخالت شخص او امکان فعالیت نداشت. اما ناگهان معادلات غلط از آب درآمد و محمد خاتمی با شعار اصلاح طلبی رئیس جمهور ایران شد. روزنامه ها باز شد، بسته شد، آدم ها حرف زدند، جرأت نکردند حرف بزنند و اولین اعتراض آشکار جامعه به نظام بعد از انقلاب در 18 تیر ماه 1378 اتفاق افتاد که در آن برای اولین بار شعارهای علیه آیت الله خامنه ای از طرف دانشجویان عنوان شد.
آیت الله خامنه ای پس از سرکوب دانشجویان در سخنانی در میان لباس شخصی ها گفت: حتی اگر یک چیزی که شما را خون شما را به جوش می آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید. سالها گذشت تا اینکه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به مزاق آیت الله خامنه ای خوش آمد و داستان ما نیز از اینجا آغاز می شود تا پیدا کنیم پرتقال فروش را که اصلا آقا جان چی شد که اینجوری شد و چرا یا حسین میر حسین آخه؟ باید بیشتر توجه بکنید. زمان شهریور 87، مکان تایید نشده، ماجرا دیدار هیئت دولت با آیت الله خامنه ای. این نشست باعث شد تا شاخکای پارازیت به کار افتد. آیت الله خامنه ای هنوز مانده به انتخابات ریاست جمهوری لفظاً به کابینه آقای احمدی نژاد گفت که مشتبه کارش را بلد است، شما نگران نباشید. فکر نکنید که امسال سال آخر دولته، نه، مثل کسی که 5 سال دیگه بناست کار بکنه اینجوری کار کنید. یعنی تصور کنید که این 1 سال به اضافه 4 سال دیگه در ید مدیریت شماست، با این دید نگاه کنید و کار کنید و برنامه ریزی کنید و اقدام کنید. کسی در این کابینه نگران به نظر نمی رسد، اما در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری مخالفین آقای احمدی نژاد نگران چشم به صندوق های رای دوختند. آیت الله خامنه ای پیشتر گفته بود که بنده در این انتخابات 1 رأی بیشتر ندارم. اون رأی را هم به نظرم میرسه که کسی نمیدانه به طور مشخص، حالا حدس ممکنه کسانی بزنن. در شامگاه 22 خرداد طرفداران میر حسین موسوی جدی ترین رقیب آقای احمدی نژاد خدا خدا می کردند که مشخصا حدسشان غلط باشد. اما آنچه باعث نگرانی سبزها شد به واقعیت پیوست. البته لازم به ذکر است که برنامه پارازیت پیش از اعلام نام رئیس جمهور آینده ایران نام او را مشخصا حد زده بود. حالا از کجا خود استندارکاران پارازیت هم هنوز موندن دوش، نمیدونن چجوری چی شد. حالا شاید در آینده یه پرونده‌ای هم برای پارازیت درست کردیم. اعتراضات سبزها شروع شد و مردم ریختن تو خیابون. از اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات در ایران این گونه به نظر می رسد که آن دست از مردم ایران که به محمود احمدی نژاد رأی نداده اند اعتقاد دارند که در انتخابات تقلب شده، آن هم نه 1%، نه 2%، بلکه 53%. این اعتراضات آقا به شدت سرکوب شد، اما مردم باز در سالگرد 18 تیر ریختن تو خیابونا و از آقایی به نام مشتبه صحبت میکردن که قرار است در آینده رهبر شود و ظاهرا نقشی در انتخابات اخیر داشته است. مشتبه بمیری رهبری رو نگیر. آیت الله خامنه ای هم در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات آب پاکی را ریختن رو دست همه و گفتن که مشخصاً به چه کسی رأی دادند. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
پارازیت اما پیش از این میدانست که یک شباهت هایی بین آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای وجود دارد. مثلا محمود احمدی نژاد در مناظرات انتخاباتی خود در روز روشن درباره نرخ تورم خیلی راست و حسینی در پیشگاه ملت شریف ایران گفت که تورم هست که من خواهش میکنم باز این رو شما نگاه بکنید. 4 سال به 4 سال از سال 60 ما داریم، در 4 ساله اول دولت ها نرخ تورم علارغم بحران جهانی، علارغم این همه بدهی دولت های قبلی به بانک مرکزی، 4 سال اول این دولت از بقیه کمتره. 4 سال این دولت هست 16 و 55، 4 سال اول آقای خاتمی هست 17 و 03، 4 سال اول آقای هاشمی 17.58، 4 سال اول آقای موسوی 18.9%. این هم نرخ تورم.